بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا. قسمی که در دوره قبلی برنامه آموزشی بازاریابی دیجیتالی صحبت کردیم، گوگل و یوتیوب هم بخش عمده ای از ابزارهای بازاریابی دیجیتالی هست. قبلا ما روی گوگل در رابطه به یکی از پلتفرم گوگل چگونه ما میتونیم جهتی توسعه کاربرمان، ترویج کاربرمان، پیشرفت کاربرمان استفاده بکنیم صحبت شد. حالا یوتیوب، نوبت به یوتیوب است. یوتیوب نام آشناست. یوتیوب یک شبکه اجتماعی ویدیویی است که متعلق به گوگل از دالی آزیر و بیشتر از حدودی 2 میلیارد نفر کاربر داره، کاربر فعال داره، سراسر دنیا استفاده می شود. ویدیوها به اشتراک گذاشته می شوند و اینکه چگونه ما بتانیم جهتی توسعه کاربرمان از این پلتفرم استفاده بکنیم امروز بحث بررسی می شود. خب، پلتفرم گوگل یک پلتفرمی بسیار بسیار مهم است. شما معمولا وقتی که در یوتیوب فیلم، ویدیو یا هر کلیپ را تماشا میکنین متوجه میشوین که اعلانات میاد. اعلانات چگونه هست و چگونه نشر میشه، ما چگونه میتونیم اعلانات خود در این پلتفرم نشر بکنیم، امروز بالای از این صحبت میکنیم. خب، اگر قدم به قدم نگاه بکنیم، برای اعلان در یوتیوب ما روش های مختلف داریم. با ویجت روش است. اول روش همی است که ما در گوگل میریم، google.com نوشته میکنیم، بعدش گوگل ادز کلیک میریم و بالاخره اکاونت جور میکنیم و بالاخره توسط جیمیل در اکاونت خود ساین این میکنیم و اعلان خود ایجاد میکنیم. و عبارت ساده تر، شما باید وقتی که برنامه دارین در یوتیوب ویدیوهاتون اعلان شوه، باید حساب کاربری در یوتیوب جور بکنیم. حساب کاربری وقتی که در یوتیوب جور کردین، ویدیوها و یا اعلانات را که تهیه کردین میخواین اعلان شوه، او را باید در اونجا بگذارین، بارگذاری کنین. باید قبل از قبل در صفحه یوتیوب تون باشه تا اعلاناتون یا ویدیوهایی که اعلان میکنین، کلیپ هایی به حساب اعلاناتون وقتی که آپلود نباشه شما نمیتونین استفاده بکنین. بعد شما از دو طریق میتونین، هم از طریق گوگل و هم از طریق خود یوتیوب، برین و بالاخره اعلاناتون درج بکنین. شما از طریق پلتفرم گوگل میتونین اعلاناتون نصب بکنین، اعلاناتون بگذارین و در یوتیوب دیده شود. پروسش خیلی ساده است. مثلا شما وقتی که باز کردین، در مرحله ایجاد اعلان رفتین، شما از این مراحل آغاز میکنین که گول سیتینگ هست، هدفتون از اعلان تعیین میکنین که مثلا گرفتن زنگ است، یعنی زنگ برتان بیا بیشتر، وبسایتون دیده شما مثل اهدافی که در گوگل انتخاب کرده من این اهداف، یا ما مثلا فروش هست هدفتان، هدف مشخصتان، یا لید هست، یا وبسایت ترافیک هست، پرودکت برند کنسیدریشن هست، یعنی مورد توجه قرار بگیره پرودکت یا برندتان، یا آگاهی در مورد برند و ساحه کارتان و منطقه کارتان هست، ساحه تحت پوششتان هست، ریچ هست که به مردم زیاده برسه اعلانتان. بعد شما ایره که انتخاب کرده، شما نام بیزنس تان انتخاب میکنین و بالاخره بعدش تارگت آدینس تان، مخاطب های موردی هدف شما که هست، کدام سن و سال هست، مرد هست، زن هست و کجا هستن مشتری های شما، یعنی منطقه را شما انتخاب میکنین و به همین شکل آدرس بیزنس تان و کاربار تان نوشته میکنین و بالاخره از آدرس کاربرتان در چند کیلومتری، چند متری یا چند مایلی کاربرتان اعلان باید برسه. بعدش هم شما لوکیشن مشتریتان انتخاب میکنین، زبان مورد نظر مشتریتان انتخاب میکنین که کسایی باشن که با این زبان یا آن زبان صحبت بکنن. بیشتر کوشش بکنین که زبانی که انتخاب میکنین زبانی اعلان تان باشه و در پالوش اگه انگلیسی رو انتخاب بکنین خوب است. لوکیشن تان اد میکنین، زبان انتخاب میکنین
و جندر جنسیت چون انتخاب میکنین، بعدش هم شما اگر خواسته باشین کتگوری های مختلف شما بخواسته باشین انترست علایق شما انتخاب میکنین، بودیجه را تعیین میکنین که روزانه چقدر ماهانه چقدر باشه و بالاخره واحد پولیتون هم کدام است. بعدش پیش میرین. وقتی که پیش رفتین شما پس چک میکنین اعلان تونه از اول تا آخر جای تغییرات لازم باشه میارین، نباشه پیش میرین. به حساب بیلینگ اعلان تونه تنظیم میکنین که دیجا معمولا به یک ماسترکارد کریدیت کارت ضرورت است. بعد از او معلومات کنفرم کردین رساندین که معمولا در اینجا نمبر کریدیت کارت است، تاریخی اکسپایریش است و سی وی سی نمبرش است، یا را پرداخت کردین. بعد از شما میگین سبمیت. سبمیت که گفتین اعلان شما در ظرف چند دقیقه چی میشه؟ به نمایش گذاشته میشه. خب این بود یک نگاهی نظری. حالا میریم عملا که چگونه اعلان در یوتیوب میشه. اول قبل از اون میبینیم که در یوتیوب اعلان چگونه هست. ما اینجا میبینیم یک اعلان در یوتیوب. در یوتیوب وقتی که آمدیم به طور مثال یک از ویدیو را کلیک میکنیم و میخواییم ببینیم که در اینا اعلان هست یا نه. به طور مثال این ویدیو را ما کلیک میکنیم، بعدش منتظر میمونیم که این ببینیم که اینجا اعلان آمده، ولی اعلان افغان بیسیم هست، در ابتدای ویدیو آمد. از بهترین بسته اینترنتی با بزرگترین و سریعترین شبکه 4G افغانستان لذت ببرید. 21 جیبی را در بدل 1100 افغانی برای 30 روز به دست آورید. برای فال سازی ستاره 477 ستاره 10 ستاره 1 علامت نمبر را دایل نمایید. میتونه که سیل بکنه. فرض کنیم اسکیپ میگم. بالاخره اینجا ویدیو شروع میشه. بالاخره میبینیم که گیران بیام که دوست باشه. خانه رو تماشا کن. ما یک حیات من رو میگفتی که در همین خانه های برک زندگی ما رو میگذرونه بکن. بیا آخی این خانه های نو ما قریب کیا شد. بیا وقتی پول گفتانه نمیگه که دیست همین تدباش و پدولی خوش رو یعنی که تبی دیلی ما جای بانک مونی گند و مونی وای الهمو اوستوه که همین پدول سوختن کو الهمو اوستوه رو با آوردم که کار کنم پلم هر کس دنو میتوم که در همین گذر فونده. اعلان اکسل متوجه شدین که چی اینجا آمدن که همون اردخونه و اوقاتخونه همه هم رو در همین ته کدن در کورن. ها ها یه عیسه اومدن یه اما شما رو این طرف نگاه داره اب دویلی در پای قدم تو جانم خوب ده سازی بابی جان هنو ما سازی همی شاو بابی در نرفتیم خوب ده موندیم. اعلان تان ده وسط ویدیو بیا، اعلان تان ده آخر ویدیو بیا، اعلان تان ده کجا بیا، این مربوط به خود شماست. در زمانی که اعلان تنظیم میکنین شما انتخاب میکنین و این هم انتخاب میکنن که اعلانتان در ویدیوهای کمدی بیا، ویدیوهای آموزشی بیا، ویدیوهای تفریحی بیا، ویدیوهای کودکانه بیا، در کدام گروه از ویدیو اعلانات شما بیا. خب یک موضوع دیگه هم که هست تا وقتی که ما ببینیم چطور میشه باش هرهی هستو کلام کمتر کاردوسه ای را باش داد کدیم بایی زفت رو نکنم داد بایی را زداد کدیم اخی بایی بید حیف کدیم چای نونی خونه تو نه حیف کدیم اخی جده کمتر همه چی تیار کردیم نه با برای ایش انجا هسته الو کندا تو نزدی الو استاکلا استاکلا همیشه خودت زیبندی اینجا سلامت باشی همو این دریاد باشو فوندم این که خونمونو خودت زیبندی دیولوی خونمونم خودت سخت البته الو که بچه میری میری رکای از این استوهای جان اکو میگم همین یک توریشو بزنه که
سکنز این تو سکنز دیگه اعلان آمد دهی وسط بینین اعلان ادز وان اف تو دو اعلان هست 15 ثانیه ای هست Create videos for your business with hundreds of templates designed to get them performing their best with Vimeo Create. خب مسکب میگم و اینجا رم بسته میکنیم به یک کار نداریم بعدا میریم سر اصل موضوع خب اعلان کردن در یوتیوب گفتیم به دو طریق است طریق اولش اینمی است که youtube.com بلاخره / ads وقتی که این را کلیک کردیم اینجا میایه صفحه دیگه باز میشه در این صفحه start now ما میتونیم start now اینجا بزنیم و یا اینجا کلیک میکنیم اینجا از یاد تا نروه start now و بعدش هم منتظر میمونیم تا این که ما به این صفحه چی میکنیم راجع میشیم اینجا ببینین یوتیوب آمد اینجا هم گوگل ادز آمد و اینجا به یک رهنمایی مختصرم داره که شما چگونه اعلانتان رو تنظیم میکنین بسیار ساده شما چی میکنین انتخاب میکنین ویدیوی یوتیوب ها ویدیوی تان که در یوتیوب قبلا اپلود شده شما باید قبلا ویدیو داشته باشین اگر ندارین بگه اپلود نو پیش از اینکه پیش برین اعلانتان شما اپلود بکنین بعدش شما چی میکنین؟ مرحله بعدش همی است که شما choose who should see your video انتخاب میکنین که کی ویدیو تانو ببینه و در آخرم چقدر شما میخواین که مصرف کنین هزینه کنین در مصرف در این اعلان تان فقط سه مرحله بسیار مهم است یک ویدیویی که میخواین اعلانش کنین او را انتخاب میکنین مرحله اول مرحله دو کی باید ببینه ایره انتخاب میکنین مرحله ایسی چقدر پول میخواین مصرف خب پس ما عملا میریم get started کلیک میکنیم در پایان get started و بالاخره میریم در اینجا ببینین ما راجع شدیم به اون جایی که قبلا اعلانات گوگل انجام دادیم یعنی گوگل ادز آمدیم پس که از یک اکاونت انتخاب میکنیم مثل این اعلانات گوگل اگر نداشته باشیم اینجا نیو گوگل اکاونت انتخاب میکنیم از اینجا انتخاب میکنیم و بالاخره میریم به خیر و پیش هدف خود از اعلان انتخاب میکنیم قسمی که در دور بعدی در ترینینگ بخشی اعلانات در گوگل انتخاب کردیم هدفمون انتخاب میکنیم که get more call است گرفتن این تماس گرفتن یا بازدیدی بیشتر از وبسایت مون و یا هم بازدید بیننده ها از موقعیت فیزیکی مون که در این صورت ما فرض کنین اگر هتل داریم رستوران داریم شفاخانه داریم پوانتون دانشگاه داریم مکتب داریم از این چیزا در اون صورت در اینجا ایره انتخاب میکنیم فرض کنین ما گید مور کالا گرفتیم و بالاخره کلیک میکنیم اینجا وقتی کلیک کردیم خب با ازمی بیزنس اکانت هست یا بیزنس اکانت دیگه ایره انتخاب میکنیم ما میگم نیمی بیزنس اکانتی که قبلا من انتخاب کردم هست وبسایت من اینجا نوشته میکنم و اگر خواسته باشم که بیزنس پروفایل فعلی انتخاب کنم همی هست وبسایت نداشت باشم ایره انتخاب میکنم ولی وبسایت که دارم میره انتخاب میکنم و اینجا وبسایت نوشته میکنم www.areu.af و بالاخره هم میگم next چک میکنه که آیا وبسایت ما وجود داره یا نه مثل قبلا در اعلان های گوگل این کار کردیم بله پیدا کرد که وبسایت ما هست فعلا وبسایت ما لانچ نشده آفیشلی در پابلیک دسترس نیست از خود به این شکل نشون داده در تلفن میگه به این شکل نشون داده میشه و در کامپیوتر دسکتاپ به این شکل ببینیم وبسایت ما تغییر میدیم که اگه اعلانی دیگه بیه مثلا وبسایت به جای ازی میگیریم www.azizibank.af ای اعلان میبینیم که چی میشه
وقتی که ایره ما زده ببینیم که چی میایه چین یک ویبسایت فعال است خواستیم در یه مازمایش کنیم ببینیم اینجا آمد به این شکل میایه صفحه از زیبان میایه در موبایل به این شکل میایه اعلان و در چیز به این شکل میایه دستاپ بالاخره میگیم نکست نکست پیش میریم و بالاخره نوشته میگیم که چی از زیبان داد بیف فرض کنین your best and best and fastest bank و تاوی مثال مثلا میکیم bank with all facilities bank with all facilities ببینین از سی کلمه باید بیشتر نوشه از او خاطر best private bank in Afghanistan best private bank in Afghanistan و به همین شکلم افغانستان نمو ایف سیز ایف جی بعد از اینجا نوشته میکنیم عزیزی Providing the best services across the country. Across the country. یا اینجا نوشته میکنیم عزیزی بینگ کیس operating in 20 in 34 provinces of Afghanistan ببینید اینجا چیزی که شما نوشته کردین در اینجا به این شکل بنمایش داشته میشه عد نوشته میشه اینجا چیزی بانک تان اینجا بالاخره get directions call business شماره تلفن تان است اینه ای است اینه ای است اینه ای است وقتی اعلان تان در یوتیوب میاد اونجا برای شما چی میشه؟ خب اینا کیورد هاییست که شما درس میکنین کدام کیورد ها باید باشه؟ شما خواستین مثلا یا رستوران هست به شما ارتباط نداره این نداره نیو کیورد بانک کیوردی ما باید مرتبه دا بانک باشه بانکینگ هر کسی نوشته کنه یا کردیت انیان هر کس نوشته کرد یا کار لون آنلاین بانکینگ یا پرسونال لونز یا مثلا به همین شکل سیوینگ اکاونتس اینا کیورد هست بین 7 تا 10 کیورد ما میتونیم انتخاب بکنیم بعدش میگیم next بالاخره در اینجا آدرس بیزنس من میگه کجا هست رو انتخاب میکنیم در کجا باشه و بالاخره هم اینجا بچید من هست و بالاخره اینجا پیش میریم و بالاخره پیش رفته اینجا هم معلومات کار دیجیتال را داخل میکنیم بالاخره اعلان ما صورت میگیره سبمیت میکنیم این اعلانات است که در پهلوی بیشتر به اعلانات ویدیو یوتیوب میآید اما اگر ما بخوایم با تفصیل تر با جزئیات تر این کار را بکنیم رای دیگه هم وجود دارن و گناه های دیگه نوای دیگه شم میتونیم با فیزیکال لوکیشن ما انتخاب میکنیم عین مراحل پیش میریم
خب وبسایت هست قبلا بودن جستجو میکنه که وجود داره یا خیر. بله پیدا شد. بالاخره پیش میریم. فرض که صدایی که نوشته میکنیم شماره تلفن هست. بالاخره هم کیورد هست. بالاخره ساعت هست. بالاخره بجت هست. بالاخره معلومات خلاصه اعلان هست. و داخل هم معلومات کارت اینجا نصب میشه نوشته میشه. تاریخ اکسپایر سی وی سیش بالاخره سبمیت. پس بک میریم. خب معلومات دیگر استفاده میکنیم فکر اعلانات قبلا کردیم نمیکنیم. بیزنس نام مونه یک بیزنس دیگر مثلا افغان سولر ایره انتخاب میکنیم. میریم نیکست. فرض کنیم این ویب سایت هست. سکن میکنه ایره بالاخره پیدا میکنه. این ای رقم معلوم میشه. بالاخره معلومات دیگهش به شکل میاد که ما قبلا پیش رفتیم. خب اینا رو میم در سویش تو اکسپرت مود. در بخشش کمک مغلق تر است. ایره یک نگاه مندازیم بعدا بخیر پیش میریم که به بخش هم بلد شدیم. ای بستگی داره به ایکی سرعت اینترنت هم چقدر خوب است. شما منتظر میمونین تا ایکی اینترنت هم چی میشوه. اینجا در این صورتش شما اهداف زیاد دارین. شما میتونین که از یا انتخاب بکنین اهداف مختلف متنوع. شما باید انتخاب بکنین که هدف از فروش است، لید است، لید جنریشن است، ترافیک ویب سایت است، افزایشش پروداکت برندتون کنس باید مورد ملاحظه قرار بگیره و این نوی کمپاین تون میتونه دیسپلی شاپینگ ویدیو سمارت دیسکوری باشه. این نو میتونه چی باشه؟ دیسپلی باشه، شاپینگ باشه، ویدیو باشه، سمارت دیسکوری و این بخش تون هم تنها میتونه ویدیو باشه، پروڈکت برند کنسیدریشن و این بخش های دیگه تون هم میتونه مثلا ویدیو باشه، برند اویرنس این هم میتونه اپ باشه، اپلیکیشن باشه یا لوکال از اعلانتان و به همین شکل یا میتونه متنوی تر باشه. شما فرضاً ایره انتخاب میکنین بعدش میگه خب شما کدام کدام را دیسپلی ویدیو یا ویدیو را دیسپلی یعنی که در پهلوی اعلانات ویدیو اعلان شما بیا یا ای که اعلانتان به شکل چی باشه ویدیو باشه. من میگم نه ویدیو باشه. وقتی که ایره انتخاب کردم باز میگم چه رقم ویدیو سکیپیبل باشه، بمپر باشه، ننسکیپیبل باشه، اوت استریم باشه و یا اد سیکونس. ما از این گونه انتخاب میکنیم. سکیپیبل وقتی که میگیریم در این صورتی سکیپیبل است. اعلان شما وقتی که صورت میگیرم میتونم بعد از چند دقیقه یا چند ثانیه مشخص سکیپ کنیم. این اعلانات است که در پلوی به حساب اعلانات میاد. در پلی اعلانات ویدیو میه بمپرد است و این ننسکیپیبل است تا که اعلان شما را نمینه تا 15 ثانیه کسی نمیتونه که اسکیپ کنه و اعلان شما را بگذاره.
ما میگیریم اسکیپ پیبل مثلا انتخاب میکنیم و بعدش هم میریم پیش. منتظر میمونیم تا اینکه اعلان شوه. اعلان لود شوه. لود شد اینجا آمد. ما به اصطلاح چی میکنیم؟ از کدام تاریخ هست؟ تاریخ امروز زده هست. 26/10/2021. هدف ما چی هست؟ برند اویرنس هست. اوتومات انتخاب شده. تایپش، هدفش، سکیپیبل هست. ویدیو سکیپیبل هست. و به همین شکل کاست بر کلیک است. بیدینگ استراتژی ما، کمپاین گول ما، مجموعی بودجه ما چند است؟ فرضاً گرفتیم $100 است. استارت دیتش چه وقت است؟ 6 فوریه که امروز است. این دیتش مثلا است 10 فوریه. خب 10 فوریه $100 کمپاین توتال امان سیمیلر تو 20 دلی بجت. فرض کنین اگر ما کمپاین توتال قرار بود، اگر ما 12 بگیریم میتونیم که نی قدر شد روزانه $14 شد، و اگر 10 بگیریم روزانه $20 است، و اگر فرض کنیم 18 بگیریم برای 13 روز است و روزانه هم $7. بعدش کاری که ما میکنیم این است که در کجا باشه. شما میخواین اعلانتون در یوتیوب باشه یا در چند شبکه دیگه هم باشه، در کجا باشه؟ All countries and territories ایران میتونین انتخاب کنین. در افغانستان باشه یا اینترنال لوکیشن خودتون میتونین اد کنین. اینجا هم زبانی کسایی است که اعلان تانست یا اعلان تانو میبینن است. اگر خواستین انتخاب میکنین، اگر نخواستین انتخاب نمیکنین از لیست. و به همی شکل چیزی دیگه ای که مهم است است که شما اینجا جنسیت دیموگرافیک تایپ ها دیموگرافیک انتخاب میکنین که هستن، مخاطباتون که هستن، از کدام جنس هستن، از کجا هستن و جنسیتشون چی هست، سن و سالشون چی انتخاب میکنین، میل هست، فیمیل هست، انون هست، معمولا اگر بمانه این دولت دیفولت همی هست، کدام سن و سال هست یا کسایی که سن و سالشون نشته نشده اونا هم هستن در تارگت. بعدش هم کیوردهایی که دارین انتخاب میکنین، تاپیک و بالاخره پلیسمنت، بیدینگ استراتژی، ای چیزا. و خب بیدینگ خواسته باشین انتخاب میکنین، نخواست و اینجا بیدینگ مثلا میگن $4 است. کاست پر تازن اکسپریشن شما که هست، امپریشن تون $4 است. اگر خواسته باشین $3، یعنی اگر کسی دیگه این اعلان کرده است در این جای، شما هم روش اگر رقابت میکنین، شما نرخ خدمتین که اعلان شما را در این ویدیو بگذاره یا اعلان او را. ممکن هزارا ویدیو باشه، مثلا میگیریم $2، مثلا میگیریم $3. خب بعدش چیزی که مهم است این اینجاست، یور یوتیوب ویدیو. ما باید در یوتیوب از قبل که گفتیم ویدیو داشته باشیم، یک ویدیوی خود در چینل خود میریم میگیریم و بعدم در اینجا میریم. فرضاً ما از چینل آریو میگیرم
و بعدش هم چینل یاریو که رفتم بالاخره اینجا ویدیوی یاریو نمیرم یور چینل اینجا یکی از ویدیوها را ما میگیرم فرض کنین میگم اینمی ویدیو دیلان باشه اینجا بالا اینجا کلیک میکنم این را کافی میگیرم لینکه میگم بیرم باشه میاییم پس هم اینجا و در اینجا این را پیست میکنم این اعلان ما این رقم معلوم میشه و در تلفن در دسکتاپ یا در لپتاپ کمپیوتر به این شکل معلوم میشه و در تلفن به این شکل خوب وقتی که انتخاب کردم این اینجا URL من نوشته میکنم چی هست و بالاخره URL دیسپلی به شکل میشه به شکل دیسپلی میشه و اینجا هم خواسته باشم انتخاب میکنم چی هست Call to Action هست و بالاخره میگم Create Campaign اینجا میگم نوشتم میتونم مثلا تصویر اگه خواسته باشم من نشم اونجا نوشته میکنم که در اعلان میاد و فرض کنین که اینجا هست فرض کنین این تصویر بیا خواهی تصویر ریکوائرمنت داره باید 360 باشه پیکسلش از قبل مشخصاتش باید جور شده باشه و غیر از نمیشه اینجا من یک اعلان نوشته میکنم مثلا اعلان اول جهت آبیاری جهت آبیاری آبیاری زمین های خشک تماس شوید و کرییت میگم وقتی کرییت گفتم بالاخره تصویر مگرد نیست بدون تصویر کارتون رو نمیکنم فرض که از اینجا بیرم تصویر پیدا میکنم بالاخره فرض کنن این رو انتخاب میکنم من ببینیم که این مشخصات داره یا نه قبل از قبل باید این مشخصات 300x60 پیکسل باشه ما تصویر باید قبل از قبل داشته باشیم به اساس 300x60 پیکسل اینجا میریم این تصویر میگیریم 300 باشه فرض کنیم میگیم پس اونجای گرفت خب تصویر مناسب میشه پیدا بکنیم قبل جور بکنیم به سایز بعدش بریم بعدش ما میگیم کرییت کمپاین بالاخره وقت کمپاین کرییت گفتیم چی میشه اعلان ما نمایش گذاشته میشه ما فقط پیمنت هستی تا پیمنت میکنیم و بس خلاص
اما آدمی بودجه که ما انتخاب کردیم میگه با اساس بودجه شما اعلان شما احتمالاً 20 میلیون نفر میتونه برسه و شما میتونین $100 $3 بید کردین، امپریشنز 41,000 تا 80,000 نفر، یعنی اعلان شما با 41,000 تا 80,000 نفر نشون داده میشه و کسی کلیک میکنن $1.2 تا $6 بلاد خرج میده هر کلیکی، کسی که ویدیو تسهیل میکنن و 95 تا 100% بودجه مصرف میشه. این یک معلومات است که از نتیجه بودجه ما با ما نشون داده میشه. اگر ما بودجه را کلانتر بگیریم، فرض که بجای 100 $100 بگیریم، اینا هم تغییر میکنن، 81,000 تا 172,000 شد، $1.2 تا $2.6، 95 تا 100 امپریشن ما چی شد؟ بالا رفت. خب کلیک میکنیم، بالاخره بعد از کلیک کردن اعلان ما کسایی که ویدیو را سیل میکنن در یوتیوب نشان داده میشه. این هم شد قسمت آخری اعلان در یوتیوب. خدا کنه که آب زنده باشه. برای معلومات بیشتر با ما در تماس شد. زنده و سلامت باشیم. روز شما خوش.